سلام دوباره تقدیم میکنیم. بخش حال شما معمولا روزهای پنجشنبه در بخش حال شما ما در رابطه با انواع مختلف قلب ها صحبت میکنیم از دیدگاه طب اسلام و مهمان ما هم در این بخش دکتر سلیمان نصاری هستند، استاد دانشگاه و همچنان محقق در امور طب اسلام اینجا با ما هستند. سلام، صبحتان بخیر استاد. خوش آمدید. علیکم السلام. تشکر از شما که ما را دعوت کردین. بسیار خوش آمدید. خب اگر خیلی از هموطنان ما بیاد داشته باشن، ما یکی دو هفته است که روی ارزش قلب صحبت کردیم، یک هفته روی ارزش قلب و انواع مختلف قلب، و فکر میکنیم که این هفته هفته آخر هست و این صحبت هم میتونیم تکمیل بسازیم. زنده باشین. بله، ان شاء الله یک هفته آخر ما شما است که بسای ما ان شاء الله تکمیل میشه در رابطه با قلب و انواع قلب. بله، من منو به خود سلام خدمت شما و بیننده هایی که مکنون برنامه ما رو مشاهده میکنه. امیدوار هستم که همگیشان از ساعت کامل برخوردار باشند. واقعا بحث هایی که روی قلب ما شروع کردیم یک موضوع بسیار مهم در حیات اجتماعی بشر هست. به خاطر روزه میگیریم، به خاطر چی نماز میخوانیم، به خاطر چی زکات میدیم، حج میریم، صله رحمی میکنیم، ترحم میکنیم، عطوفت انجام میدیم، اما به خاطر چی است؟ تمام علما به این عقیده هستند تمام این عملکردها به خاطر ازی است که قلب ما از ناپاکی ها رهایی پیدا کنه، یعنی یک قلب سالم شود. و این بسیار در حیات انسان مهم است. اما قسمی که اگر انسان بخواه نخواه، خوشاان یا ناخوشاان، ما به کام مرگ میریم. با گذشت یک قرنی که تبدیل میشه نسل نو انسان های دیگه می، ما میریم به عالم برزخ. پس در اون روزی که محاسبه با انسان میشه و تمام عملکرداش در دنیا محاسبه میشه که چی کارهایی را انجام داده، همگی از این در گرو قلب پاک هست، در گرو قلب سلیم هست، در گرو قلب منیب هست. بنابراین از این خاطر ما بسای قلبی را در چندین هفته بسیار جدی گرفتیم، اما 20 نو قلب را که تشریح کردیم تقریبا 8 نوش قلب های مثبت بود که مالک قلب ها در قرآن این را ذکر کرده بود و 12 نوش قلب های منفی بوده که بالایش هم صحبت داشتیم. امروز کدام نوع قلب هست؟ امروز بحث که تقریبا از امو 12 نوع منفی قلب ها بالای 5 نوش صحبت میکنیم که از جمله قلب قاسیه هست، قلب غلف هست، قلب غافل هست، قلب زیخ هست و قلب مریب هست. پس خوب است که از قلب قاسی شروع. بله، قلب قاسیه وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم، خداوند تبارک تعالی در قرآن عظیمشان در سوره مائده آیه 13 میگه و جعلنا قلوبهم قاسیه، اونها با قلبهای قسی هستند. و پیغمبر میگه اونها میان با قلبهای قسی. حتی بزرگ مردایی که در سابق در افغانستان هم بود یگان گپ کسی قبول نمیکرد، میگه فو قاسی القلب است. امی قاسی القلب سه کنین متنش از قرآن گرفته شده، یعنی ویژگی که این قلب داره این قلب هست که با عقیده و ایمان نرم نمیشه، یعنی وزن نسیت دش تاثیر نمیکنه و هر چقدر که برش تشریح شوه، کارهای نیک برش تشریح شوه، گفته شوه، اثر نمیکنه. با اونمو افکاری که خودش داره، با اون فکری که خودش داره، تمام وقت در کارهای منفی گرایی هست و خیال بافیش اثرات منفی داره و تمام چکیدگاه وجودش منفی است. و این نوع قلب هست که ما امیدوار هستیم که خداوند ما را از قلب نگاه کنه. یعنی قلب مانای هزی است که یک درایور است که باید درست رن شوه و درست عمل کرده خوب را در جامعه انجام بده. بنابراین این هم قلب هست که مورد تایید خداوند نیست. من فکر میکنم که از صحبت های هفته گذشته ما یک نوع قلب باقی ماند به نام قلب غلف. میخواییم که امروز اشاره کنیم که این چه نوع قلبی هست. غلف، ببینید در قرآن عظیمشان خداوند میگه در سوره بقره آیه 88 و قال قلوبنا غلف، قال قلوبنا غلف، قلب هایشان قلف است. غلف، قلف پوشیده بستر میگه. بسیار جالب است، ما وقتی که بحث قلب مطالعه میکردم من حیث یک دکتر طب، ما از لحاظ ساختمان آناتومی قلب میخونیم که چی شکل داره. در خود قلب داخل یک پوش هست که به نام پریکارد میگه، یک قسم مایع هست داخل از این قلب حرکت میکنه. روزانه از این 8 صبح تا دیگه 8 صبح تقریبا یک لک مرتبه قلب تقلص میکنه، حرکت داره، در داخل این مایع انجام میده. اینم پوش هست، ولی قرآن میگه که قلبشان پوش هست. ببینید برخورد قرآن دائم در به قلب قسم است که میگه قلبشان کور است، قلب خوششم نداره، چطور میتونیم به او کور خطاب کنیم؟ یا در اینجا میگه قلبشان پوش هست، بسته هست، قلف هست، یعنی اثر نمیکنه. یعنی هدف قرآن 160 بار که مخاطب قلب قرار داده به این معنی است که قلب پوشیده
اما گفته های پیغمبر دو نفوذ نمیکنه، اسلامیت درست دو نفوذ نمیکنه، فهم درست اسلامی دو نفوذ نمیکنه. اما قسمی که پیشتر شما مسیجا رو میخواندین، دوست ما گفت که یگانه راه حل بالا بردن سطح آگاهی هست. سطح آگاهی اسلامی که با تزکیه باشه که روان و حال تغییر بخوره، ما میتونیم که جامعه خود از مشکلات نجات بتیم. و یک علت اصلی اساسی اینمی هست که قلب ها باید باز شوه، بسته نمانند. و این روش به خود انسان تعلق داره، با نمر ریاضت و توبه که میکنه این قلب ها پوشش پس میشه، یعنی یک قلب مستمر میشه. بله. اگر برگردیم بریم به طرف همی نظری که ما امروز شریک ساختیم در صفحه فیسبوک ما که اذیت آزار هستند، این تعداد افراد اشخاصی که دست به اذیت آزار دیگر میزنن، اینا قلبشون چگونه قلب است؟ اینا در می 12 نو اکثرا می قلب ها میخوانند، ویژگی شان ما میتونیم با قلب غلف بگوییم، میتونیم اینا رو قلب غافل بگوییم. ببینین فردی است دیگه، از هر فرد میتونه فرق کنه، اما قلب از خود یک ویژگی تعریف خود داره. اینا قلب هایشان به خاطر از این است میگه چیزی که به خود میپسندی به دیگران بپسند. اگر قسمی برشان تشریح شود، اگر خواهر تو در یک جای اذیت شود، فامیل تو اذیت شود، مادر تو اذیت شود، تحمل نداره، برخورد میکنه. بنان همه گیرم خود جامعه اسلامی جامعه است که اینم المؤمنین اخوتون، مسلمان ها برادر یک دیگر است. او وقت جامعه پاک و سالم میشه که افکار درست و خوب اسلامی باشه. اینا اونم قلب های هستند که ام قسیل قلب گفته میشه برشان، که اگر برشان گفته شود تاثیر نمیکنه. قلب هایشان غافل هم هست، قلب هایشان پوش هم هست. و امیدوار هستم که یگانه راه حلش این میشه که تزکیه و تقوا آدم میتونه نجات بده. پس تفاوت بین قلب غافل، امیدوار هستم اشتباه نکنم، مریب چی است؟ قلب غافل در قرآن قسم ذکر شده که این قلب کما که دیگه قلب متفاوت به خاطر است. نه تنها کارهای خیر انجام میده، خودش هم مانع کار خیر میشه. قلب غافل، قلب غافل نمیست که نه تنها خودش کار خیر انجام میده، مانع کارهای خیر میشه. ببینید یک خواهر که یک کارهای خیر انجام میده مورد انتقاد دیگر قرار میگیره، یک برادر که یک کار خیر انجام میده مورد انتقاد دیگر قرار میده. یعنی قلب ازی به حد دمرز است که نه تنها خودش توانمندی هزینه داره که یک کار خیر انجام میده و افرادم که کار میکنه مورد انتقادش قرار میگیره. بنابراین این قلب نو قلب غافل هست که امیدوار هستم این قلب ها با امو اذکار و ذکر که میشه روندش تغییر بخوره. مقلب القلوب پروردگار است، اینا دعا کنه. اگر روح قلب تغییر خورد، باز انسان یک انسان بسیار مثمر و تقوا میشه. و قلب مریب؟ قلب مریب قلب هست که در او وز و حتی بالای حق و حقیقت اعتراض میکنند، مثل که دائم قلب مریب در شک هست و شکوک داره و سرگردان می باشه. یعنی هر چیز ای تو سر شک میکنه. وقتی که یک دوست بسیار صمیم که کارهای خوب میکنه، تو فکر میکنی کدام هدف داره. وقتی که موضوعات اسلامی رو برات تشریح کنی که نمی روز آخرت است، رفتن است، بعد از مرگ جواب دادن است، برازیم شک میکنه و سرگردان هست. خیال بافی های منفی در وجودش حاکم هست. یعنی چیزی که میخواد خودش به هدف نمیرسانه. یعنی قلب قلب مریب گفته میشن که قلب مشکوک هست، سرگردان است و داریم در شک زندگی میکنیم. این حالت های نامطلوب چطور میتونیم خوب بسازیم؟ یعنی امکانش هست دیگه که خوب شوه؟ حالت یکی جسم فیزیکی ماست، یکی حال و روان و روح انسان است. پس روح و حال ارتباط داره با خداوند که درایورش قرآن هست. امی 20 نو قلب را که من تشریح کردم از دیدگاه قرآن تشریح کردم. هر کدامش مالک قلب ها گفته. یعنی یک راه حل خوبی نمی هست که اگر ما بتونیم پابند برنامه های خوب اسلامی شویم با افکار خود، یعنی بهترین محکمه در وجود انسان وجدان هست. بهترین قاضی هست. اگر انسان با خود محاسبه داشته باشه و تزکیه کنه، که تزکیه یک بحث بسیار کلان هست که اینمی انسان با حالش تغییر میکنه، عبادت با خشوع با خضوع انجام میده، ارتباطش با خدا نزدیک میشه. یعنی انسان قسم میشه که تمام کارکردگیش خیر میباشه. یعنی امو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که میگه خیر الناس من ینفعو الناس. بهتر شما کسی است که نفعش به دیگران برسه. حال بدبختی شده که ما در شر و در جنجال و در نفاق و در کشتن و در این چیزا در اولویت قرار گرفتیم. یعنی امو تمام کارهایی که از انسان ها میچکه، یعنی انجام میشه، قلب هایی هستن که در امو 12 قلب می که مورد تایید قرآن نبوده. جناب دکتر صاحب، آخرین قلبی که امروز میخوایم صحبت بکنیم، قلب زیخ. درست در قرآن عظیم شان خداوند در سوره عمران آیه 7 میفرماید که فهم الذين في قلوبهم زیخان. اونایی که قلب هایشان زیخ است. زیخ، ببینید کلمه زیخ در قرآن آمده، قلوبهم زیخ، بر پیغمبر تشریح میکنه که اینا کدام است. اینا میگه او کسایی هستند که بالای حق و حقیقت دائم اعتراض میکنند.
یعنی پیغمبر دعوتشان میکرد به کار خیر که نمیکار نیک است و انتقاد میکردند، انتقاد پذیر هستند در تمام کارها. و حتی ما شما در اجتماعی 30 میلیونی افغانستان خودمون ببینیم، وقتی یک کار خیر یک نفر شروع میکنه، اول ببینید که منفرای چی سرش انتقاد میکنن، یعنی ام قوی تشویق نیست، قوی مکافات و مجازات اگر باشه تشویق شوند کارهای نیک انجام بدن. یعنی هیچ وقت خدا نخواسته انسان در قلبای ضعیف مورد انتقاد اسلام قرار نده، اعتراض نکنه و رد نکنه، که این از اون جمله قلب است که قرآن ایره به نام ضعیف ذکر کرده. بله فکر میکنم صحبت های ما تکمیل شد در رابطه با انواع قلب که با 20 نوع قلب آشنا شدیم ما در مجموع. بله، اما 8 نوش قلب های مثبت و 12 نوم قلب های منفی بود که در جریان چند هفته نظر به زیقی وقت تانستیم تشریح کنیم. انشالله بعد هفته بعدی باز به شایدگی خود برای مخیر انشالله. و یک موضوع دیگه که شما میتونین این صحبت های ما را در صفحه ما پیدا کنین، ما را جستجو کنین، و هر هفته ما این قسمت برنامه را در صفحه خود لینکش با شما شریک ساختیم. پس اگر میخواین بدانین که قلب شما کدام حالت داره، برین و صحبت های ما را یک بار دیگه ببینین تا ببینین که قلب شما کدام حالت داره. تشکر استاد. و صحبت های هفته آینده ما چه خواهد بود؟ ما تصمیم همی هست که چطور بتانیم بیننده ها را با وجودشان آشنا بسازیم و از طریق وجود خداوند درست بشناسند. یعنی بس از این نقطه شروع میشه. ما میخوایم روی اعجاز علمی قرآن در رابطه با گوش انسان بس کنیم هفته آینده انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، پس بیننده باشین هفته آینده. الهم میان برنامه کوتاه داریم.